سلام، خدمت خودت. فکر کنم عمید سادات گشتیبان نکنم. خدمت دوست عزیز ما ملنگشا و نستوی نادری بزرگوار دیگه، امید که جور ساعت من باشن. من تازه در لایفتان آمدم، میشه مهربانی کنین موضوع لایفتان را کنین. موضوع تو لایف، لایف ببخشین آقا صاحب، موضوع لایف همی که قهرمان ملی را یک ویدیوش امشب و ما به دست رسم قرار گرفت که تیارای هلیکوپتر شخصی را پرایوت جور کرده بود، قالین فرش کرده بود، کاوچ و چوکی گرفته بود، چکر را میزد. همی به نظرتان از نگاه نظامی کار درست کرده بود یا نه کار درست نکرده بود بیادر؟ سایکو آقای نستوی نادری، خودت باعث که شهروند افغانستان همیشه در لایفا انتقادت از عامر صاحب شهید است، اما گفتنی ما در این باره است که زمانی که افغانستان در مقابل روس موفق شد، باز یکی از نفرای یا خود همی سرکرده همی ایران، در این شکل نیست که در زمان جهاد دولت ایران سرسختانه عامر صاحب حمایت میکرد. باز ببخشید، آقای سلیمانی، من درست شنیدم، ببخشید درست شنیدم که ایران عامر صاحب حمایت میکرد؟ بله، ایران صد بفهم. درصد حمایت میکرد، صد درصد حمایت میکرد. زمانی که افغانستان در مقابل ایران پیروز شد، باز یکی از قماندانای سلیمانی آمد در خانه عامر صاحب، دروازه عامر صاحب ما تک تک زد، گفت بیا حسابی بده که از این مهمات که سلاحی که مرمی که ما روان کردیم چقدر مصرف کردیم. باز جوابی از در مقابل سلیمانی بود که برو تیارای تبیار، برو در دیپوی من تمام از مهمات تاسه بگی گرفته برو. یعنی حرف ما معنایشی است که احمد شاه مسعود اگر کمک هم از دیگه کشورا میگرفت، هیچگاه نوکری ایش کشور را قبول نکده برادر. اما خودت آقای نستوی نادری امروز که میای حرفت اعتقادت در مقابل عمر صاحب است و در نظر ما یک کار درست نیست، چون در افغانستان ما شما نظام های مختلف دیدیم و دقیقا گوش کنین، یعنی تا حدی که سلیمانی می آمد می پرسیدم، خود شامنه قماندان خود روان می کرده که برو احمد شاه مسعود پرسان کو راکت هایی را بله. که ما برای تباهی افغانستان دادیم چقدر شما نه نه مصرف نه در تباهی افغانستان، نه در برای تباهی آبادی. افغانستان ببخشید بسیار ببخشید بچه مزار از دارم لرش می، راکت هایی را که برای آبادی افغانستان برای آقای احمد شاه مسعود دادیم چقدر شما مصرف کرده؟ خود شام نمی آمد، قماندان شروان می کرده، با زامر صاحب غضب می شد، می گفته بیادر بیگی ببر اونم قدر راکتی که داره تیارای تروان که پس بیگی ببر. بله امت گفته بوده. خو بله، ببخش دقیقا خیلی بله، دقیقا حقیقت ما دارد. بیچار چون شما مسعود در طول نستوی مبارزه عزیز اگر گپ است این نمیشته ای بدر گوشکی استفاده کن. نه نستوی نادری اما حرف دقیق میشنوه، ویرانی رو آبادی پر ویرانی بدبختانه دقیقا که ویرانی نگفته، آبادی گفته. نه 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 نستوی نادری حرفا رو دقیق میشنوه، خو یگان کلمه رو که خودش کچو پیج میکنه و مشکل هم بسیار او لالا زبان گوشتیز میلش من گفتم برای آبادی خب اینمی زبان انسان در یک کلمه همینجا بر قسم میخورم بچه مزار راکت هایی را که شما گفتین که چیزی که من شنیدم، ببینید من یک کمی کار فریمدم روزا، سلیمانی صاحب راکت هایی را که برای آبادی افغانستان برای جناب مسعود بزرگ داده بودن، با شما گفتین که قماندان شامده بوده پشت خانه احمد شاه مسعود که حسابی بته که چی کردی چی نکردی. با زمین جا عامر صاحب قار شده، گفته که اگر که بسیار گپ میزنین تیارای تان روان کنین بگیرین راکت هایی تان ببرین، اموت یک گپ بود؟ بله 100%. بسیار امو راکت هایی که برای آبادی روان شده بود با آبادی نه افغانستان. سایکو نستوی نادری، خودت متاسف من سوال از خودت میکنم بچه مزار باش، ما می حرف نستوی نادری را او جوان ما چی میگم سالکو بچه مزار مسعود بزرگ سالکو او جوان ما همیجا چی میگم به مسابی یک گپ گوش کو هر آدمی که معتقد است
عامر صاحب به خاطر ویرانی کشور راکت زده اشتباه کرده، چیزی راکتی که عامر صاحب زده کلش به خاطر آبادی کشور بوده. این مردم خاطر نمیفهمند. دفاع از کشور بوده. اوکی 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 نادری عزیز، به نادری خاطر عزیز، دفاع از کشور عمر بوده. صاحب، برادر، برادر عمر صاحب هر راکت که زده به خاطر آبادی وطن زده، به خاطر بله وطن دفاع در از کشور ارزش بوده. ها برای وطن هزارها در و ارزش برای شبانه گوش کن، من خودم این خود دوست ها هرچی میگن نادری صاحب شبانه در درباره بخش هزارها برای درباره گوش خوب کو شبا ما تو بس کنیم شوانه این لایف در خدمتت امیم شو بس کو خوی این دقیقه با گوش کو که چی میگه شوانه به دشت برچی باور کو که 700 سیر 500 سیر 600 سیر کیک روان میکرد با عامر صاحب. به خاطر که او طرف چی بود مشکل بود، بچه ها کلن در صوف اینا زندگی میکرد، کیک روان میکرد که از گشنگی نمورن. این نمیره ما بچه ما ایم دیدیم، این نمیجا دوستا راست میگه بچه مزار چیز راکتی که عامر صاحب زده به خاطر دفاع زده. سیس بچه مزار ما یک تواز که برادر خند سایکو بچه مزار، من از خود یک سوال میکنم، باز بایدام دیگه پای نادی گرد بزن بان که من جواب نسیم مهربانی سر مهربانی ببخشی مزار چون در نوبت هست ما همینجا بایس اک میمان آمدیم. سایکو آقای نستوی نادری، خودت بایس یک جوان روشن فکر ما، باعث یک کسی که بالاخره یک چهار سبایی از طریق مدیاد مردم افغانستان خدمت کرده و مردم میشناسید، همیشه کوشش میکنید تمام مشکلات های افغانستان رو ببرید در سر قبر عمر صاحب بندازه، در صورتی که او آدم امروز زنده نیست. سایکو آقای نادری، در افغانستان قماندان های مختلف در تاریخ 30 سال آمد و احمد شاه مسعود بزرگترین اشتباهی شمی بود که جان خود از سپر در مقابل سرزمینش کرد. مگم امروز ما خودت اگر خودت ببخشید مشکل از دور تمام نشد، حرفم تمام نشد نادر صاحب. در طول عمیق سال از یک کدام گروهی، از یک شخصی، از یک مدیای شنیدی که احمد شاه مسعود در کدام کشوری، در افغانستان، در بیرون افغانستان به نام خود از جهاد افغانستان استفاده کرده باشه، کدام بلدینگ درست کرده باشه؟ بله بله. در بله. کجا این حال ما برد میگم بگو نادری صاحب، کدام گفته داره بگو باز ما برش میگم. همین جمله رو ما برش میگم، گفت که عامر صاحب مسعود که به خاطر وطن سینه خود سپر کرد و به شهادت رسید. بله. در کدام جبه جنگ لالا هم نام جبه رو بگیرین، توسط مرمی طالب، او خود دشمنش طالب بود، توسط مرمی طالب کشته شد یا چی رقم، در کدام جبه جنگ در حالت کوردینات بود، در اون تانگ بود، در حال جنگ کردن رو در رو بود، چی رقم شهید شد؟ سایکو عمر صاحب طالب هم شکست داد، روس هم شکست بله. داد، تمام اجنبی ها را شکست داد، اما متاسفانه است داخل خود افغانستان حالا ما ایره دقیق برات گفته نمیتونم چون من نمیفهمم، ندیدم بیا از این دفعه تیر میشه مکس همان دیگه کامرامین عرب ها کیا بود؟ یک دقیقه اما عمر صاحب به شهادت رساندن. اما عمر صاحب عمر صاحب خود چرا این مصاحبه را نمی کد و جوان مکه سر کار کسی که رهبری یک کشور داره، یک کسی که تمام مردم دنیا میشناسه، یک کسی که بزرگترین کشور دنیا را شکست داده، او باید مصاحبه بده. از او توقع این حال من اگر بزنم نادری عزیز، من اگر بزنم به ادامه گپای نمی جوان، عامر صاحب بزرگترین کشور دنیا را شکست داده، قبول داری؟ بله. خیر ببینی خانه تابات او مردم اینمیش 5.5 میلیون نفره که در زیر لایف هستین، در این لایف دو طبقه مردم است، یک طبقه مردمی است که شیر مادر خورده، نان خورده، تغذیه شده، یک طبقه مردم کاه خورده. اینا نمیگم کیا، کاه خورا را میگم، شیر مادر خودم که خورده میگم. حمید جان تا تعویض شروع کنی برادر، یک دقیقه اینار اینجا معلوم میشه، اینجا کار کی خورده، شیر مادر خود کی خورده. عامر صاحب که اون است نادری، عامر صاحب که کشور ابرقدرت جهان در او در او دوره شکست داده، شخصا خودش متوجه صحت خود و متوجه زندگی خود شده نتونسته، دو نفر آمده شکستش داده، دو نفر عامر صاحب شکست داده، عامر صاحب که دنیا را شکست داده، دو نفر آمده شکستش داده. سایکو منطقت کی حرف میزنی؟ یک دقیقه برادر قند، یک دقیقه عامر صاحب، سایکو عامر صاحب در آمریکا کس نزد، عامر صاحب
در ریاست جمهوری کسی نزد. عامر صاحب یک کسی زد که خاصش گفت دفعه اینجا مصاحبه داری آمد زدش لگایش از سیخ کرد. این چی رقم تمام دنیا رو شکست داده که دو نفر آمد زدش؟ دو نفر باعث یک کامرامین و باعث یک خبرنگار. بچه مزار یک سوال دیگه کنم ازت. اینم یک سرک ماندی به نظرت به ای عامر صاحبه که 45 کیلو وزنش بود و یک و نیم بلست هم شانش امی چپنش یک ذره زیاد کلا نیست امی بعد معلوم میشه یک اکس سعی شبان ده ای باره چی گفتنی داری و گپا بر تیر زیاد سقیل است در من زنگ آمد صدای تنف هم بگیم صدای شاید بر پلی میکنم سکو صدای ملنگ شاید اینجا من ریکارد کردیم من لایف ریکارد میکنم صدای ملنگشای نیگه پزد لالا جان کن خب خیمه های کتب سک لالا بخاطر یک از یک صدا سی بیایه آه خیر بینی ملنگشای نیگه پزد سی که دوستان عزیز ملنگشای نیگه پزد یعنی این نیگه پزد شاد از برآمد شیر پر را شیر چور جور کرده بودن حالا خودی خب این منطق خودت هست؟ نه منطق نیست نه این منطق هشت سنبولا روز چورکان روز دوران چند تا شغالان حالا کجاستن بلند غران حالا کجاستن او کلا بیا مهربانی بیاد مالی تواز کن سایکو امی صدایی را که مانده در این شخصیتت نمیخوره برادر از من ایسو برادر قن مزده اگر دشمن هم هستی دشمن مرد باش ادب داشته باش آفرین دو برادر کجایی ما چت یاد گفتیم اما خودت متاسفانه با این شخصیتی که داری میایی در مقدمه بحث میکنی بعد چیزایی ماندنی تو را سایکو در مقابل یک خب بچه مزار مزد یک سوال کنم باز دوبت جانه بشه باز جانی نوبت نمیتن یک دقیقه یک سوال ما یک کوتا حرف میزنم ما یک کوتا باز ما حاضر هستم هر کدومتون سوال میکنین ما جواب میتونم جواب سوال منطقی باشه اگر خودت احمد جان در این کوشش کنی که با این لایف هایت از بزرگی احمد شای مسعود بزرگ کم کنی خواب است کدام بزرگی ها برادر قن کدام چی بزرگی ها برادر قن کدام بزرگی تنها در مقابل عامر صاحب بالای صدها تا کتاب نوشته شده خواب برادر قن درباره شیطان هم 200 کتاب در چاپ شده در فرانسه یک سرک است به نام عامر صاحب درست آه این در اصفهان باش باز یک سوال کن این سوال ما جواب بده 18 سنبله ماتم ملی به خاطر عامر صاحب در افغانستان گرفته میشه اما خودت با این لایف هایت میایی آقای نسلی ها در بلا بلا میگی دیگه اما گوش که برادر 700 نفر هستین بیادار امی بچه های فرانسه قسمتان میتونم که امی خیابان عامر صاحب در فرانسه بگیریم که این سرک پرقدرت است یا بیادر موتر میره در اون پس کوچه اگر دروغ برد بگویم سای که جانی در جرمنی است و ملنگشا و خودت هم در جرمنی است اگر دروغ بگویم به کلمه شریف قسم یک پارک بود که مردم در اون پارک سگ خود می برد خب حالا هر جایی که باشه یک نقطه جایش فرصد نقطه که باز پسان بگو برادر قن الدباره عمر سه خب بچه حالا گفت که امید سادات حالا گپ گفت که بیادر این همیجا 700 نفر است او جوانا امید 700 نفر خون بکش 50 تاش در فرانسه است یک جوان وظیفه میتی میگه یک تصویر بگیره می پارک است می چی است می او بیادر می همی تعمیر همی سرک عامر صاحب با همی کشف و فش افتتاح شد اینجا خوبان میگن که اسبان من چی میگن خوبان اینه چی میگن او ملنگ شا خوبان وارست این نفر از فرانسه در خواست دادم یارم فرانسایی را بیار این فرانسایی بیار جانی تا بال گپ نزده که نخواه سر کلا گیت بونجور سلام علیکم سلام خوش آمدی بیدر سلام مجدد خدمت نستو صاحب خدمت ملنگ شا
میزبان لایف همی جان و جان جانی دوستایی که از طریق لایف ما را بینده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یادت رفت. علیکم السلام. علیکم السلام. تو زمان نوبت پیشم جان. ببخشید ما همی بعض اکس ها را مشکم دیده نمیتونم از نگاه. خب هر صورت دوستای عزیز امشب خود لایف نمیشه بخاطر نوخ شده. سبا شب ما پیش ازی که روی ازی مسئله بس کنم مرد قمر اجازه بتین. در محله که میگن که نام یا جایی که به نام احمدشاه مسعود اینا جور کردن، اول من میرم دنمو جا دنمو موقعیت، شما برین در گوگل بزنین، در هر جایی که میزنین اگر دنمو جا به نام گوگل نامش جایش پیدا کردین یا کنم لوا پیدا کردین، اگر آلا بگین آلا مربیز در قوق بدین دنمو جا میرسم. نه بدر کنم سرک است به نامش، درست است که در یک پارککه که جای خرد بود آمدن نموج یک چی میگن بنر یا یک سرک زدن صرف و 24 ساعت بعد از 24 ساعت بدر امو بنر سرکش از زیر زمین کنده بدر بردن بچه او سنداختن. و اگر کسی میگه نه من میرم در جایش میرم 20 دقیقه وقت بده 20 دقیقه من میرم نموجه با ما پیدا کنن. خب برو تو 20 دقیقه تو وقت داری، تو برو تو در سر جایش که من صحبت های خودم. جانی خوش آمدی. سلام عرض دارم. میری او بچه آرش؟ بله. تو به خدا به خدا میری؟ آه اگر لایف قطع نمیکنم اگر رسیدیم اونجا براتون زنگ بزنم. قطع نمیکنیم برو برو نمی تو تلاش نمیکنیم 20 دقیقه منتظر هستیم. 700 نفر اینجا میبینه. هر چک زای سایت میره اونجا را میگیره تصویرش نشون میده. تو که براتون زنگ نزنید اینجا نمیره چون کارخونه هستم تو از خونه برم یک دت تایم میگیرم. درست. سایکو مگر یک بار نزنم اگر نفر کرده ما بر چیک به خاطر که باز تلفن میلیفون تا درو نزنن. کی؟ او بچه های در اون منطقه برای ما بیاد که زندگی می در مقابل مثال شده نمیتونه سایز بیادر تو برو تو برو جانی خوش آمدی جانی خوش آمدی. خب سلام عرض ادب خدمت میزبان نادری صاحب ملنگشاه و ای برادر ما بچه مزار، خدا کنه که جور و صحتمند باشم و دوستایی که در زیر لایف ما را بیننده هستین خدا کنه که جور و صحتمند و از گزند روزگار دور باشین. در قدم اول که فرانسه، کشور فرانسه، قانون فرانسه دشمن اسلام، دشمن دین ما، دشمن مذهب ما و ایجاب چیز ایجابایی که اجباری اثر مسلمان ها برداشتن دیپار دیپورت میکن آدم چی میگو ببخشی جانی جان بسیار معذرت میخواییم من خواهی کمی ترسیدیم لالا جانی گپایید گفتم میترسم دیپورتم نکنن بسیار ببخشی ما دیپورت شدیم گرم هستیم نمیفهمیم پسانتر شاید بفهمیم و کاریکاتور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در او کشور کشیده میشه. بیا یک دیالوگ بگویی بچه مزار، دیالوگ بگو خون دیالوگ کتا کتا احمد شای مسعود حالا خودت میگی که در افغانستان خدمت کرد و امپراتور بزرگ یا کشور بزرگ را شکست داد، راجع به موضوع میایم سر از موضوع صحبت میکنیم. در فرانسه چی کار کرد؟ برای فرانسه استقلال فرانسه را آورد، برای فرانسه در فرانسه در مقابل دیگه کشورهایی که در فرانسه جنگ داشت استاد شد جنگ کرد، چی کار کرد که فرانسه ایره چیز کرد قهرمان میگه؟ من یک نکته برات اشاره میکنم بعد از او ادامهش برام دیالوگ بگو زود که جواب بده. اینم قرار من خبر دارم که کشورهای اروپایی که هستن در هر کشوره که اینا دست دراز میکنن یا یک رابطه ای رو برقرار میکنن باید به منفیتشان باشه، منفعتشان باشه یا منافعشان باشه، غیر از او هیچ کاری که تو نداره. من قرار میفهمم که به سیر اگه بگویم کم گفتم بتون زمرد مال بیت المال در فرانسه وارد شده. اگه میشه برای من کوتاه فقط جواب بده که در فرانسه چی قهرمانی کرده بود که در فرانسه برای جاده انتخاب میشه، برای کی قهرمانی کرده بود، برای کدام مردم در فرانسه در کجاش قهرمانی کرده؟ بفرما بچه مزار. پاکایم پیتر بچه مزار. بسیار خوب، من به نوبه خود سلام برای خود تقدیم میکنم، امید که جور باشه. خب راجع به سوال خودت، قهرمانی احمد شاه مسعود در مقابل فرانسه این بود که در زمان جهاد مقاومت کشور فرانسه عامر صاحب حمایت کرد و امو قهرمانیش، امو شجاعتش، امو دلاوری عامر صاحب مسعود باعث شد که فرانسویا یک جاده را یا یک سرکه و یا خیابانه. بسیار خوب، ما جواب خدا گرفتیم در 700 نفر این کوتا افتخار برای تمام دیالوگ و افتخار برای تمام. نه جانی غرض نگی خب
و همو دلیل شد که همو سرک و همو اشتراسه یا خیابانه به نام جان قند لالای قند بس بکنم یک دفعه اجازه. بسیار خوب، ما از تو سوال کردم، تو برعکس شو بر ما جواب دادیم. ما سوال کردم برعکس نه، اما چیزی که سوال کردم این جوابش بود. بسیار خوب، بسیار خوب. اینجا ما قضاوت نمی کنم، دوستا 600 700 نفر در لایف هستن. ما برات گفتم که عامر صاحب چی قهرمانی برای فرانسه انجام داده، تو گفتی که عامر صاحب به فرانسه کمک کرد. بله. چرا کمکش کرد؟ به خاطر چی کمک کرد؟ خب سعی کن به خاطر چی کمک کرد. بله. زمانی که یک کشتی منفعت داشت، چی منفعت داشت؟ چرا عامر صاحب کمک بکنه؟ چرا عامر صاحب کمک بکنه که ام دین خود ام مذهب خود شکست بده؟ چرا؟ خب چون احمد شاه مشهد در وقت باعث یک بزرگ افغانستان در دنیا حساب میشد، دنیا میشناختش. بچه مزار سکن از تو چی میگه؟ بله ها، در اون زمانی که بچه مزار میگه، در اون زمان عامر صاحب یک ناجی بود، نجات دنده بود. بله. مردم نجات میداد. بله ها. خنال بچه مزار، امی جانی یک گپ واضح گفت، به زبان فارسی گفت، نه به زبان پشتو نگفت که تو نفهمیده باشی، به زبان آلمانی نگفت. امی خدمت مسعود برای افغانستان بود و مردم افغانستان را نجات داد. چی ربطی داره به فرانسه؟ چرا آمریکا یک جا داره به نامش نکرد؟ چرا ترکیه نکرد که کشور مسلمانی است؟ چرا تاجیکستان نکرد؟ چرا عربستان نکرد که فرانسه کرد؟ خب اما غیور بودنش باعث شد. او برادر یک دقیقه جانی، جوابای مرا داد جانی، یک دقیقه. احمد شاه مسعود آخرین درجه غیرت افغانستان قبول داری؟ بله. خیر ببینی، خانه تاباد آل قرار است که به خاطر احمد شاه مسعود که بر افغانستان خدمت کرده، ترک یک جا داره به نامش بزنه یا فرانسه یا جرمنی یا اتریش. او برادر قند، احمد شاه مسعود در داخل افغانستان چی دستاورد داشته؟ افغانستان چرا اجازه بده؟ احمد شاه مسعود مسلمان بود یا نه؟ بله مسلمان بود. خیر بی خانه تاباد، در کشوری که جاده به نام احمد شاه مسعود شده، خبر داری که گفته که اسلام اسلام نیست و هر کسی که جا بپوشه ما از کشور خود دیپورت میکنیم و کسی نماز هم حق نداره بخونه در کشور، با اجابه را به زور چادرش از سرش پس میکنه. از این خبر داری؟ او را خبر دارم و قانونی که خواه خیر بیدیم ما ربط نداره. اون کشور بر احمد شاه مسعود لقب قهرمانی رو داده. خب بله داده، او اصلا ربط نداره برای خب یک کشور غیر اسلامی است. بسیار خوب، بیا ما نام جانی اقلاب بده مردم چیز امید یک دفعه جانی صاحب گوش کن، گدفی بیادر است که شما وقتی که یک کشور اگر کفریس یهود است نصار هر بدبختی را که داره، هر قومی هر کشور هر جایی عامر صاحب به نیکی یاد کرد قابل پذیرش است. ما را غرض نیست، راست میگه، جواب نیست، جواب نیست، جواب از خوچوان امی آدمی گوش کن، امی یک آدمی که ولو اگر قاتل است، رهزن است، مشکل داره، هر چیز گرد، امی زلای زازای خود دیده بودید، زلای زازای به خاطر امی آمیر عوضه شدن لنگ به اوت جنرالی نبود که بالا نگرفته باشه، آمد در آغوش آمیر صاحب احمد مسعود کلگی پذیرفتش، گفت خیر است، هیچ مشکل نداره، گذشتهش فعلا که آمده در آغوش مقاومت مشکل نداره. اینال بیادر گلال، موضوع بعدی همی که فرانسه هر کاری که میکنه مربوط خودش است، چون از عامر صاحب یک سرک برای عامر صاحب جور کرده که آلی هرچگزای صاحب در راست باد از او امو سرک هم نشان میته، مشکل نداره بیادر، هر کس که مامر صاحبه گپ بزنه به منفعتش گپ بزنه، هرچی بکگراند خراب داشته باشه حل میشه. به چه خاطر؟ به خاطر که عامر صاحب نجات دهنده کل جهان و به ویژه افغانستان است. بسیار خب، نادری صاحب از خود تشکر میکنم. من فقط یک چند دقیقه، دو یک دقیقه یا دو دقیقه وقت دارم میگیرم، بازو من مایک خود بسته میکنم. بسیار خوب، آمدم راجع به فرانسه صحبت کردم. میره که دوستا در بالا هستن، دوستا ماشاءالله زیاد هستن، با شخصیت شعور دارن، فهم دارن، اونا میفهمن که ما چی میگیم، خودت چی میگی، اینا میگذاریم سر جایش. گفتی که در افغانستان یک قدرت بزرگ یا یک کشور بزرگ شکست داد. میایم سر ازی که در افغانستان در زمان روس تمام مردم افغانستان جهاد کردن، در بله. جنگیدن، جهاد کردن، رهبریش عمر گوش کن اجازه.
در مقابل روز جهاد کردن، از خرد تا بزرگ، از زن تا پیرمرد، از اشتوک، تمام از اینا کده سنگ، کده چوب، کده داس، کده چکش در مقابل روس استاد شدن، جنگیدن. به شمول دیگر رهبرای جهادی، نه تنها آمچای مسعود، بر شمول دیگر رهبرای جهادی که امروز بعضیاش شما قاتل ملت خطاب میکنین. خب گوش بود، قاتل ملت بعضیاش. خب برادر، باز سوال، باز جواب بگو. در مقابل روس اینا تلفات ما دادیم، روس تلفات داد، ما تلفات دادیم، روس هم تلفات داد. در ایراد در امون زمان خبر داری که به هزاران نفر کشته شد؟ آمچه های مسعود کجا بود در اون زمان در ایراد که یعنی کل افغانستان نجات داده بود، اونجا که به هزاران نفر کشته شد؟ یک، این رهبرای جهادی دیگه چرا قهرمان ملی نشد که فقط عامر سال قهرمان ملی شد به صورتی که دو تا سه تا قرارداد پنهانی شه؟ همین سفیر کوتا سفیر ان میکشه که روس خودش قرارداد داشت، این پست های روس که در خود پنشیر بود که میگفت قرضشون نگیرین، بان نشانه که چیزشان تیر شوه، کاروانشان تیر شوه. خبر جانی برش زنگ اومده. خب امی سوال های طولانی را کوتا میگیرم، دوستم جواب های خود کوتا بگیره. مهربانی دوست. بچه مزار بسیار ببخشین لولا جان. جان همی یک سه نفر پس که جور میشه کنه چیز نادری صاحب، شما گپایتا بزنید، بر بچه مزار زنگ میه که بدر برای که بیا مو کدی. مهربانی صاحب، بچه مزار اگر تلفونی وطندارا هست در شفر برات میگم برو که بیا مو کدی. اینمی را به مخاطر وطنداری میگم برای از لایف که بیاب شدیم بچیم. چی بیاب شدیم؟ من اگر... در لایف تان آمدم 300 نفر بود، در لایف تان آمدم 700 نفر شده، شکر خدا بکشم. سلک بچیم ازار مثل یک وطندار گفتم برو از لایف که بیاب شدیم، گفتی نه خیلی باش. بچیم ازار کی از بر زنگ بزنه بلاکش که برک چند دقیقه که در لایف هستی؟ یک دوم دیگه میخوایم اقبر از این مسکین زنگ میه دقیق گپ تو را میگم بچه مزار، امی زنگ از هر طرفی که هست بلاکش که مزایمت بر تو میکنه، بر منه، بر من تو کراسی دیگه تا بالا میرم. اما گپ در کجا؟ گپ در اینجاست بچه مزار. امی مزاری چی رقم یک آدم بود؟ مزاری؟ خب مزاری عبدالعلی مزاری یکی از بزرگای مردم برادرای هزاره ماست. نه ربط به هزاره نتیره، من سعید هستم مزاری رو. خب مزاری، خب مطلب تفاهم میدم چی رقم یک آدم بود؟ مزاری رب بر جهاد مردم افغانستان نداره، یک روز جهاد. او برادر قد سرکو، مزاری رب به جهاد مردم افغانستان نداره، در حالی که نامش شهید وحدت ملی افغانستان. خب شهید او را کی وحدت ملی؟ خب وحدت ملی چهار تا یک آدم نفهم وحدت ملی شد. مزاری یک بغاوتگر بود در مقابل آمیش. بچه مزار یک سوال مزید میکنم. ملنگ تو مزاری رای میاری در پالوی عامر صاحب استاد میکنی؟ اصلا این عقلانی نیست، انسانی نیست. بله سرک او که این بچه مزار و استعداد، من امروز به خود می بالم که اینو یک استعداد ما افغان ها داریم. بله یک مزاری شد. سیاف چی رقم آدم بود؟ سیاف یکانه قاتل مردم. اینه تو گلبدین چی رقم یک آدم بود؟ گلبدین خو قصاب کابل است. خیر ببینی شبانه مریار چی رقم یک انسان است؟ شب نمیشناسمشم. نمیشناسیش؟ اگه ایلان بیکار چده باشه خو نفر روشه. جنرال رازق چی رقم یک آدم است؟ جنرال رازق یک قهرمان بود. اینال نستو میفهمم اما یک خدا نستو میفهمم او تو من قرار اینو من گوش جنرال رازق خینال بسته ویدیو رو باید برش پلیت کنم که کی رقم یک آدم بود. جنرال رازق تمام عمرش در مقابل تجاوزگرا که پاکستان جنگ کرد نکنه صحیح در یک شهید.
خیگوشکو مزاری را گفتی که بسیار مشکل است و بسیار عقلانی نیست که با احمد شاه مسعود مقایسهش کنیم. دقیق بله. گفتی؟ بله. اکمتیار را گفتی قصاب کابل است. بله. سیاف را گفتی که آدم بسیار وحشتناکی است. ربانی چطور یک کس است؟ ربانی پروفیسوری ماست. ربانی بله. یک کشور ماست. سعید. سعید جمهوری اسبق کشور ما است. سعید خلیلی چطو یک آدم است؟ خب ما است خلیلی بنده خدا معلوماتم ندارم و یک دوستان مثبت و منفی هم در کشور ما نبودم. سبغت‌الله مجددی چطو یک آدم است؟ خب سبغت‌الله مجددی هم در دورانش کارهای کده و یا خوب و بد و خوب نیست در پشت مرده گپ بزنیم. خواه سعید اینال استاد ربانی به خاطر که آدم خوب بود که با عامر صاحب میانه خوب داشت نه؟ خب استاد ربانی رئیس جمهوری اسبق ما و شماست. خب بسیار برهان الدین کسی بود که به خاطر صلاح کشور به خاطر آرامی و امنیت و رفاه کشور از مقام و مرتبهش دیر شده. پاکستان چی رقم کشور از دوست ماست یا دشمن ما؟ پاکستان همسایه ماست. همسایه ها همیشه نه همسایه دوست ماست یا دشمن ما؟ همسایه خو ایران هم است تاجیکستان هم است. در همیشه خب حالا دوست و دشمن که میای دوست و دشمن نه دوست ماست نه دشمن ماست همیشه در نفع کشور خود بابا امید اون ویدیو جنرال رازق خب بکش نسو چشم لالا ملنگ این هزار کرد پاکستان دوست ماست یا دشمن ما لالا؟ پاکستان نه دوست ماست نه دشمن ماست. پاکستان چیکار ما باید خودی ما جور کنیم پاکستان برای ما بابا امید عزیز امید جنرال رازق قهرمان است. بله 100% اینال من خیلی یک ویدیو رو برات میمانم خب از جنرال رازق سیس که میگه که بیادر گل من دیده ایم ویدیو ایتا فکر کنم اما که میگه که بنا دادلا قهرمان ملیست که کلی از یار به کلاب گریختان در اولین بار که واژه گریز به کلاب را کرد با این وجود قهرمان ملیست زیر امرتان دستور داده بودین که ما سکو برادر قند واضح بگو واضح جنرال رازق قهرمان است سیز؟ بله خیر ببینی؟ خیر ببینی جنرال رازق قهرمان است. این حال در پالوی جنرال رازق ملا دادلا چی رقم یک آدم است؟ ملا دادلا کوری ملا عمر اینا کلشان یا کلشان مردار تر مثاله. نه توهین نکو اگر ما و تو طرفدارش نیستیم اگر جانی و نستو طرفدارش نیست طرفدارای عامر عبیبلای کلکانی چی تو یک آدم است؟ عبیبلای کلکانی خادم دین رسول الله است. امان الله خان چی تو یک آدم است؟ امان الله خان بیادر خاک ما را امضا کرده خاک ما را فروخته خیلی بینی روز جمعه در پنجمین سال روز ترور استاد برهان الدین ربانی با واکنش تند جنرال رازق فرمانده پلیس قندهار روبرو شده است. نورد دغه خلل د جشان لاس واخی او موږ غلط از موږ د ملي رابران سره برابرین د دې غلو په نامه نه خلل ته مدال نه کوي سي نه د دې غلو په نامه نور ورزي شوای سي او پس دې کدا کارونه او پاتې موږ به راټولې جو بیا بدلته د نامد مرد په اړه ورځ مرمي دلته بده نور خلق د پاره ملا او ورځ معلومیش دلته مجاهدین ډیرو هغه ایراتان د بندر صدر کابل شل ټانګ نه سوځي دلته یو د کندهار په جړی کې یو سبل علم سل ټانګ سوځي. فامیلی چی گفت؟ بچه مزار ترجمه میکنم من شاید گفتم تو پشتو خود ترجمه کنیم. یک سوال دیگره عصیب قوی مرکز قوی است یا عصیب قوی مرکز چطور یک آدم است؟ نادری صاحب خود دیم شب از اون نخواهد سوال است و چو آدم است و برم شاگرد سنف اول فکر کردی نه امی عصیب قوی مرکز چطور یک جواب است؟ عصیب قوی مرکز تمام کشور فرار کرد رئیس جمهور فرار کرد اگر سعید. دوست بود یک بود سعید. یاقی بود دکو برآمد از خاکش دفاع میکنه. امید خراسانی است یک جوان است خیلی امید قهرمانی تسلیم شده است یک خواهین است سعید اینه دیگه من سوال ندارم سعید اینال شاه زاده رازق گفتی یک قهرمان است نه؟ بله برهان الدین ربانی رو گفتی که مشر است بزرگ است سعید؟ بله بزرگ ماست خیر میبینی برادر قنسای که خب اینه در اینجا برد نشان میتونم واضح
6 سال پیش ویدیو اپلود شده در یوتیوب. 6 سال پیش در روز شهادت میگم که خفه نشی، در روز شهادت ربانی جنرال لازق که ولی قندار است میگه برادر قند، اگر قرار باشه که ما روز شهادت ربانی را شهادت بگویم و ای را بگویم قهرمان، پس آمادگی مردم بری گرفته میشه که روز ملا عمر ما تجلیل کنیم و اصل مجاهد و اصل مشر پیش ما نزد ما ملا دادلاس، به خاطر که در راه دفاع از وطن یک پای خود را از دست داد و اینمی ربانی و مسئول تا کولا بدواند. مهربانی کدام گفتنی داری؟ خب سایکو، البته دمو وقت امی عرف اجابت میکرده که این شهید فرمودن، اما از ویدیو را بیاره جنرال رازق به خاطر دفاع سرزمین شهید شد، همیشه در مقابل پاکستان در مقابل طالب از خاک افغانستان. او برادر کان مرا چی به طالب بگو، برادر نمی طالب ایک مرا در در مقابل هر گروهی از افغانستان اینجا طالب نیست. اینا برادر کان واضح برات میگم، ما که تو بچای سن فوال وره مجبور گه بزنم الف مد ب آب، بابا آب آورد، مجبور که تو رقم میگه بزنم. اگر که تو تحلیلی گه بزنیم با تو دیگه سو میریم. ربانی بزرگترین است و عزیز است و نور چشم است. بله ربانی عزیز، نور چشم دستور گتور دزرده سر، نور چشم بیرار از مو سیس ربانی دسته زمان دسته لجبرت گفتم. خوینی اینجا باز تو جنرال رازق هم قهرمان گفتی، اینال اینی قهرمان میگه که اینی آدم یک گریزی است چوکی که خدا این در کلاب گریختاند، اینال اینمی آدم قهرمانی که تو میگی، قهرمان تو خودش به زبان خود میگه اگر قرار باشه که ربانی قهرمان باشه، ملا دادلا قهرمان است که ربانی تا کلا به دوان تا خانه پدری شه. اینال تو بر ما برادر قن طالب خواین، نستوی نادری خواین، جانی خواین، ما خواین، کرزای خواین، غنی خواین، 40 میلیون نفوس افغانستان خواین، فقط تو راست میگی. اینجا خود رازق به زبان خود میگه که ربانی یک فراری است که ملا دادلا تا کلا به دواندش. اردوی از این تو چی رقم قهرمان میگی؟ مهربانی داره اول در اول ما خوب بگویم، من نه تو را خواهیم گفتیم نه جانی را خواهیم گفتیم، من خودم خود خواهیم بگویم که جواب مرا بده خودت. خب نه ما چرا خواهیم بگویم تا خودت نجیبم در اول جگب تا بزنی یادت نره. ما میایم سری از حرف وید خودت سایکو. جنرال رازق یک کسی بود که در طول مبارزش از افغانستان فرار نکرده، همیشه به خاطر دفاع از افغانستان در بین مردم افغانستان بوده، شهید شده. حالا که طالب برادر یک دقیقه برادر مام نمی لایک برای ما قهرمان است افغانستان دفاع کرده. این بحث نشده ما توضیح نخواستم که جانی تو برادر یک ساعت لکچر می ده فلانی چی میگه گپ جانی یک دقیقه جانی رازق اجگا مثل عبدالعلی مزاری رفته در آغوش طالب تسلیم نشده، این قهرمان است. او برادر یک دقیقه اجازه بده، برای تو قهرمان از همین قهرمان را که عکسش خودت در پروفایلت ماندی در 1353 یک دقیقه بدر همین جواب مرا بده. در 1353 1354 مردم خود میره در پاکستان، تجهیزات نظامی میشه، تعلیمات نظامی میشه، مردم خود پنشیر دوباره تا پاکستان میدوانشه. ایره چی میگی فراری چی میگی راجب فراری بزرگتان چی کار داری؟ جانی فرار در دامن عمر صاحب گیره سایکو بچه مزار سوال جانی رو بان سوال جانی رو باز نستو جواب میته یا ملنگشاه جواب میته. خودت ربانی رو میگی قهرمان است، رازق هم میگی قهرمان است. بله. ام ربانی قهرمان است ام رازق. اینال بله. رازق میگه ربانی یک آدم بزدل، یک آدم ترسو، یک آدم لیورس که لیوارس که تا گلاب دوید. انده این مورد گفت بزن مرا چی قرص به مزاری، مرا چی قرص به احمد محمود. اول در اول ما از خود یک سوال دارم، اینجا خیلی اگر عرف خوب زدم کلاب که گفتی کلاب در کجاست؟ به ما چی؟ به ما چی؟ تا کلاب بره کلاب یعنی کجا؟ به ما چی؟ خو خودی در می عرف از دبان خودت برام کلاب در تاجکستان. تاجکستان بشد تاجکستان در کجاست؟ همسایه ماست. همسایه ماست؟ تاریخ بندی؟ بله همسایه ماست، دیوال به دیوال ماست، هم مرز است. یعنی ایره میفهمی که از زمانی تاجکستان هم مربوطی ما بود؟
او برادر قرن مربوده چی میکنی که مربوده ما بود یا نبود؟ پس چی؟ اینال صبر کرده تو برادر اگر کلا بودی کلا برای ما افتخار است. اینال ما برده گوش کن، ما برده یک پنج دقیقه تاجک میشم، یک پنج دقیقه ما تاجک میشم. خدا برسه هیچ کس بعد اجازه بده انسان باش، اجازه بده ما یک پنج دقیقه تاجک میشم. دمی کل افغانستان کنم تو یک نر تاجیکی که بدین ویزا داد تاجیکستان بره ولی چه بده کنت میزنه که ویزا نگیری چطور بچه تو معلومات نداری در افغانستان بزرگ نشدی مردم مزار مردم سمت شمال نصفش بدون ویزا میرفت و دوران جمهوریت میرفت میامد کجا خواستی تو نصف دیگهش کی هست؟ این نصفش کنید؟ نصف دیگهش همونجا اجازه نمیتن بعد اجازه میتن نصف دیگهش ناقلی نپشتون هستن اونا را بازده نصف دیگهش هست دیگه را مردم میتونم بچه نظار یک سوال آخر از دارم باز من مایک ما بند میکنم در ای آلمان خب برای شیرک و مزار نمیرسه امی ساقیت اینجا کیسا برای بر ما معرفی کن بابا تو کلکور در کدام کشور زندگی میکنی بچه مزار اینی رو برمان هست خوبه دیگه چه میگه آلمان است تو دقیق میگه که فکر نه 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 بچه مزار بچه مزار از سیاسی خود چیزی یک لایف نستوی نادری رو من یک نیم سال پیش ریکارد کرده بودم گفته بود در خبرنگار تایفه ما چیزی نشدم در سیاست مدار بچه خالم فلانی خان چیزی نشد اینال من اینمی دستو پرسان میکنم اینال من اینمی دستو پرسان میکنم بچه مزار در کدام کشور زندگی میکنی شاهزاده؟ خب حالا مهم این نیست ما کشور ما را بگویم نه خیلی اگر اشتباه میگه دقیقا کشور اشتباه رو بگو نه چرا اشتباه بگویم خب بالاخره هستم در دنیا هستم نه در دنیا هستی سایکو در کشور خیر ببینی در کشور اروپایی سیاسی بله بله در اروپا هستم در اروپا هستی خیر ببینی در پیش روی نمیه 890 نفر یا 80 نفر یک خواهش از دارم گردنت بسته ما جوان هستیم دل داریم جوان هستیم یگان شو میشینیم دیگان جای قصه میکنیم چی میزنی ساقیت کیس لالا؟ امیر خواهم ما اما هر چیزی که میزنم هم ساقیش هم خودم هستم خب این امیره برای من روخ که هر چیزی که میتونه برای خوب باز داره این دستکی میزنه خب امیر جان بس بردن 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 از بس چیزی گرفته نه تانستی آخر آمده سر ساقی نه ایره سرکو سرکو بچه نظار سوال جواب گفتی برای ما بگو کل سوال ها رو جواب گفته بیادر جانی تو خواهد سوال های جواب گفتن سوال های منطقه نمی کنن از بچه مزار بچه مزار خیلی از خودت سپاسگزاری میکنیم ما امی جان بچه مزار خیلی دوستا در پایین نشته کردن که بچه مزار خیلی اجازه بدین که رخصت شوه ما خودم میرم مزار نه 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 سعیز بچه مزار نه خودت به خاطر چی؟ به خاطر که دوستای مزاری ما شما در پان لایف زیاد است هموطنان مزار ما در پان نشته کرده که می آدم آدرس شه بر ما بتن ما میخوایم تاجیکستان بریم ویزا کار داریم بدون ویزا می آدم کدام آشنا اگر داره امیر بر ما رخ کنه حالا بعد کلان جنجال جور میشه یتو نشه که در جرمنی کله کی پیدا کنه که ما مزاریستم در کجا بدون ویزا تاجیکستان میمونه که ما بریم به خاطر اما آرش رسید در سر سرک عمر صاحب در فرانسه یانی کدام عمر صاحب کدام عمر صاحب چی دیگه در گوگل در گوگل آدرس داد که سرک عمر صاحب میریخ نشان میده حالا میره پیش ایلان ماسک لالا نستو آرش حالا میفهمی چی کدم در داخل گوگل دارم گوگل مپ نشته میکنه که مسعود استریت اونجا با تلفن میکشم نگه نیست آرش بخاطر ازی که بیاب نشه تیر خدا ارده فعلا میگی 20 دقیقه تیر شد خونه آمد نیست جاده نیست در کجا بره حال جاده باشه که بره در کجا بره یعنی مردمی که یک تعداد البته ما کار به پنجشیرم نداریم کار به قوم شریف تاجیک خودم نداریم نور چشم ماستن پنجشیری هم نور چشم ماست قوم شریف تاجیک ما هم نور چشم ماستن ولی یک تعداد که از این مکتب خانه آمچه های مسعود هست جبه مقامت آمیان جبه مقامت اینقدر گوسفند هستین اینقدر گوسفند هستین که یک خر آمده کل شما را گوسفند جور کردن باز پشتونم خر کلتان روان هستین سرکو نستوی عزیز گپ جانی رسید خوب اینقدر خر هستین که یک گوسفند آمده شما را خر جور یک دقیقه برادر کم میگم سوی تفاهم پیش نمید خر آمده گوسفند تان سخته ویدوها از اینه گندگی گندگی سر گندگی اینی رو بگه اینی گندگی بیشتر خطرناک است ویدیو ها است در یوتیوب از ویدیو در تیک تاک ویدیو ها وایرل شده
در انمو ولایت زیبای پنجشیر ما به صدها نفر میرن، ویدیو میگیرن، مصاحبه میکنن. برین شما سعی کنین اینو مردم که نمی ببینین که امی تعدادی که میان مثل گوسفند از پشت یک نفر راه افتادن رفته روان هستن، یک عمر به در مغزشون پیچکاری شده. دو نزنی و ببینین عزیزای دل، دستاورد، وقتی که راجع به دستاورد صحبت میکنیم، دستاورد به این معناست که در یک ولایت یک طفل از ولایت نیاز نداشته باشه که آب پر کنه از پایین از دریا در سر کوه بالا کنه، درست است؟ یک نماینده بانک مرکزی در ولایت باشه، پایانتون باشه، میدان هوایی باشه، خط ترن باشه. دستاورد صفر است، صفر. هیچ دستاورد در افغانستان ندارن، فقط میان چی میزنن؟ قهرمان است. چی کده؟ اهین بیادر امپراتور جهان رو نمیفهم روس شکست داده. انگار فقط اینمی آدم در کوه بالا شده بود، یک کلش میگفت دستش بده اینمی دم 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 زد کلگی رخصت کرد گیم پاپ جیز خلاص شد رفت. او برادر کل مردم افغانستان جهاد کردن، مائده امضا شد در زمان دکتر صاحب نجیب، به خوشی و خوبی روس از افغانستان برآمد. در مغزتان پیچکاری کرده، مچون در مغزتان بی ادبی مافش گو پیچکاری کرده. چی پیچکاری کرده که تا امروز چیغ زد روان هستن زنده باد فلانی، زنده باد بستانی، فلانی قهرمان بود. چی قهرمانی؟ کجا دستاوردش؟ جانی بدر، جانی بدر، این گپا را میمانیم برای مردم، مردم قضاوت میکنه. ما شما تا کار میکنیم، از طالب خو خیر ندیدیم، سیز از طالب خیر ندیدیم، از جمهوریت خیر ندیدیم. دوستایی که میان در مورد جبهه مقاومت اگر کدام گفتنی داره بگویم که لبایک بگویم، بیعت کنیم، بیایم. مهربانی برادر قنادری هم تخلص میکنی. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام به حمید نسو جانی، همچنان ملنگ، خوب هستین برادر؟ و علیکم السلام، خوش اومدین. مهربانی برادر، ما خزیاب دیر هستم اینجا در پایین لایفتان هستم، اما گفته های مزاری را ما باز یایش نقد میکنم. هر بزرگ هر قومی که هست برای قوم خودش هست. اگر مثال ملا عمر است در قوم خودش هست، اگر ملا دادالله است در قوم خودش هست، اگر احمد شاه مسعود است به قوم خودش هست، اگر مزاری است به قوم خودش هست. اگر سیاف است به قوم خودش هست. جواب بگوی برادر. یک دقیقه سوال کنگی داره و بیادر بار کنگی قابل قدر از قابل احترام است، ما که هیچ کدامش کدام گفتنی نداریم. یک سوال من میکنم آقا صاحب، گوش کن. پس به این معنا لالا جان که قهرمان ملی یک قوم، خائن ملی قوم دیگر است، اما تو؟ بله. نادری صاحب، هر کس نظریش از دیگه اورگم اون هیچ کدامش از خائن گفته نمیتونم. شما آل تو برادر گل احمد شاه مسعود قهرمان ملی میگی، بچه‌ای که برادر گل دبسته اینمی دوره سال 70 از سر کوی تلویزیون در فرق فرقش قطی بیم 40 زده و خائن میگه. این حال خدانی از او را محکم کرده نمیتونی، خودت هم نمیشه که محکم بگیری که نه نگو. تو میگیش قهرمان و میگیش خائن. فرض مثال بچه هزاره را مزاری را میگه که قهرمان ملی، تو میگیش خائن ملی. پس به این معنا که قهرمان ملی یک قوم، خائن ملی قوم دیگه است. خب گفتم او هر کس نظری خود داره، تو نظری خود داری، من از خود دارم، جانی نظری خود داره، ملنگ نظری خود داره. کل یعنی رهبرا مقدس بودن، کلشان مقدس هستن به شمول احمد شاه مسعود. خب یک دورانی که بود علیه شوروی کل از یا جنگ کرد، این گپ هیچ کس از این منکر شده نمیتونه، نه من نه تو نه هیچ کسی. اما جنگ داخلی که شد و هر کس به نفع خود جنگ کرد. خب یعنی به نظرت که تمام همی رهبرا آدم های خوب بودن، به شمول احمد شاه مسعود، ربانی، سیاف، حکمتیار، مزاری، کل آدم های خوب بودن؟ ما در جایی نیستم که ما اونا را قضاوت کنم، اونا اعمالشان و خودشان و خدایشان. یا به این عقیده هستی که بجز از عامر صاحب دیگه کلش خیانتکار بودن؟ اما تو هیچ گفتم ما کسی نیستم که اونا را قضاوت کنم، اعمالشان میفهم و خودشان، اما توهین بر ما نمیزه. برای چی یک نفر را توهین کنیم؟ اول سیستم لایف برد بگم، اول سیستم لایف برد بگم. سیستم لایفی هست نادری عزیز،
سیستم لایف این است که ما بیایم بگیم هر کس هر کار کرده به مسپاریم به خدایش. سیستم لایف اینجا است. نستو به مسابقه یک تاجک از هر کسی که دفاع میکنه اومده اینجا گپ میزنه. جونی به مسابقه یک ازاره، ملنگ به مسابقه یک پشتون و ما به مسابقه یک تاجک. چهار قوم نمیجا حضور داریم. خودت هم از هر قوم شریفی که هستی خاک پای قوم سرمه چشم ما. اینجا لایف نیست که ما بگیم هر کس هر کاری کرده میسپاریم به خدا. اینجا ما اومدیم، ما میگم که او برادر قند، او جانی عزیز، از مردم ازار هستی، اونو رهبر را که تو رهبر میگن و بزرگ را که تو بزرگ میگی، اگر 99.99% نیک بوده بر افغانستان، 0.1%ش به ضرر مردم افغانستان بوده. اینی آدم اگر بگه ها راست میگی، اینی جمیش نگب میزن، اگر بگه نه برادر، اینی رقم باز کدش دلیل میگم. تو به مسابه چی آمدی برادر قند؟ خب من اول یک گفتنی به خودت دارم. خود تو خودت میگیم حمید سادات هستی، سعید هستی نه؟ بله. از کدام ولایت افغانستان هستی؟ ما از هر ولایتی که هستم، از هر قومی که هستم، هر آن بزرگ قوم ما به اندازه میلیاردها خدمت برای قوم ما کرده باشه، به اندازه سر سوزن خیانت برای قوم دیگه کرده باشه، لعنت به وسط تبارش. نه نه، حالا خب من مثال من تو را میگم، از کدام ولایت افغانستان است؟ یعنی از ولایت غزنی. غزنی چیستم؟ آفرین، خیر ببینی. دومم یک گپ دیگه، خود تو خود چندین دفعه گفتی در لایفا که من غلام پشتون هستم، اما غلام سعید سعید سردار است. گوش کو، گوش کو یک دفعه گپ، گوش کو بعد از گپ بزن. مرا یک دفعه گپ بزنم، بعد از تو گپ بزن. من میشم سعید. کلمه سعید کیا؟ سعید به معنای سردار است. درست است؟ سعید هیچ وقت در هیچ شرایط و در هیچ زمانی غلام نبود، از پیغمبر گرفته تا آخرینشان. خب وقتی که یک نفر کلمه سعید سر خود میمونه باید حرمتشان بکنم. نه که جانی خیر است جانی بانه چه برادر قن بان دم اسلامی جانی تو یک نفر مجبور میکنی دلایف که مجبور یک قوم دیگر توهین کنه. مهربانی برادر، مهربانی. ترور شخصیتی نکو بلاکت میکنه. او برادر قند او جانی روی تا خدا ببینه. امی ما که میگم غلام پشتون، غلام تاجک، این دیگه ترور شخصیتی نشد. ترور به اونو ترور با... میگه تو را نگفتم. امی تو یک دقیقه مهربانی شاهزاده، مهربانی. بلاک نی چی کنیم؟ نه چی میکنه؟ خیلی یک از لایف تو پایین مندازی کدام مشکلی نداره. برادر قند مهربانی مدیراتور بسازمت. نه خیر، نمیخوام ادامه بده گپایته. خوام که گفتنیم بر تو بود، گفتم یعنی سعید هیچ وقت غلام نمیشه. اینال که تو که وقتی میگی سعید، گوش کن، اینال تو که برات میگی سعید هیچ وقت غلام نمیشه، سعید به معنای سردار. سعید؟ سعید به معنای سردار. سعید حسین انوری هم خیلی سردار تمام افغانستان است. سعید؟ سردار قوم خود است. او برادر قم تو خمیال گفتی سعید سردار است، اگه سردار به معنای سعید. گوش کن. سعید. اجازه بده. تو گفتی سعید اولاده پیغمبر است. از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا سعیدی که ما باشم، سعید ایج و غلام کسی نمیشه. و ما کی گفته ما غلام پشتون هستم، این ربط به اجداد ما نداره. ما یک فرد هستم برادر قرم، ما یک فرد هستم. ایناله سعید غلام نمیشه. سعید سعید همیشه سردار میمانه. سعید 100% سعید حسین انوری، سعید مصطفی کاظمی سردار است. آقا صاحب چرا مردم میگه، چرا مرا نمیگه، چرا یک دیگر نمیگه؟ او برادر قند، ما از تو سوال میکنم، سید حسین انوری و سید مصطفی کاظمی سردار است؟ خیر ببینی دوستان عزیز، اگر سید مصطفی کاظمی و سید حسین انوری سردار است، اینی آدم به زبان خود میگه که سعید هیچ وقت غلام نمیشه و سعید همیشه سردار است و سعید همیشه راست میگه. پس از این با در تیک تاک هر آن چیزی که من میگم کلتان دو دسته بیاین بپذیرین، در زیر لایف مستا چین خوب گفتم بد گفتم، چون من غلام میشم سر از امشه و با گفته نمی جوان. اگر غلام پشتون بودم دیگه نیستم، میایم میگم که برادر قرم من سردار تمام اقوام هستم در افغانستان. سعید درست هستی؟ سعید باز نگوی بیادر. امید جان، امید نادری صاحب، به نظر من که وقت شبیشتر نگیریم، دوستان در پایین مزایمش نشیم، دوستان میگن که خسته کن شد دیگه. این حال یکان نفس بالا کنیم که چشم برادر قند، چشم برادر، مزایمش نمیشیم سر از اینه میسانی ندیگه، مزایمش نمیشیم. و من هم سردار تیک تاک هستم، باد از خودت.
مسی جان خوش آمدی. سلام علیکم، احترامات تقدیمتان. به خودت همچنان، مهربانی برادر. زنده باشین. اول خو احترام تقدیم نادری صاحب محترم. آل محترم از ما خو شکایت ما بگویم، پیشنهاد ما بگویم، انتقاد ما بگویم. امیز برادر گلم 5 سال یا بیشتر از او خودت با هزاران چی که با شاید لگها نفر شما در ذهنشان پیچکاری کردین و به می رای کال مخالف از را خودتان شدین، در می رای کال شما میگین که را غلط بود، اشتباه بود، اونقدر مردم شما رهنمایی کردین. سوالت متوجه کی؟ سوال نادری صاحب. سوال متوجه کی است و در کدام را ما 5 سال ادامه دادیم که آلش پشیمان هستیم؟ نادری صاحب، ما اول گفتم شما نشنیدین. خب ببخشید، گوشم مشکل داره. خواهش میکنم، لال خدا نکنه شما. درست، من برای پاسخش کف میزنم. ولی نادری صاحب، اینال آل آمدین شما ایره بر از اونا، اینال مردم چی رقم باور کنند؟ یک، دوم دیگه من حیث یک گرداننده، شما خوب وقت الحمدلله جور بودین، اینال هم جور هستین. برای ما همیشه قهرمان می باشی خود، بخاطر که از بسیار وقت مشکل بر آمدی و توانستی که با مشکلات زندگی مجادله کنی. اما ای کارهایتان چی مانا می ته و بر از این مردم جوابتان چیست؟ سلامت باشی. دوستای عزیز، یک مسئله را یادآوری میکنم. زمانی که ما صحبت میکردیم و به پنداری برادر عزیزم موضوعات را در ذهن یک نسل پیشکاری میکردیم و این پیشکاری های ما کارا بوده، خیلی درود بر ما و نفرین بر آنهایی که پیشکاری ما در کلشان کارا افتیده. به این خاطر یک بار دیگر من قدرت میگیرم که من میتونم یک طبقه بسیار وسیع را که جز ادعای قهرمانی چیزی ندارن، پیچکاری های ما در ذهنشان تاثیر میگذاشته. ما به مسابقه یک فرد 15 سال تمام از یک جبهه، یک شخص، یک فرد به منظور قدرتگیری یک طبقه در میان یک قوم صحبت کردیم. نیاز است 15 سال دیگر خود براعت ذمه بتم از آن جملاتی که گفتیم. اگر اینجا پیشتر مثل آقای مزاری وره، ما 15 سال پیش، همی دوست عزیزمان که آقای مزاری وجود داشتن، 15 سال پیش ما به همی عقیده بودم ربانی قدرتمندترین شخصیت روی زمین است، چون مناسبات خوبی با عامر صاحب داشت. بر شرف تمام کره زمین لعنت، زنده باد فرانسه، چون یک جای به نام عامر صاحب مانده بود. 15 سال پیش مرا سرطان بینایی و بصارت گرفته بود که در این سرطان بینایی و بصارت دچار کوچک بینی شده بودم. اول از یک عدسیه که احمد شاه مسعود بود جهان به من منتقل می شد. زمان عینکای خود ماندم به زمین، هم افغانستان پناور شد، هم جهان پناور شد و هم سوالی های بزرگ در ذهنم خطور کرد. به این معنا اگر من هنوزم به دیدگاه 15 سال پیش می بودم و هیچ سوالی در ذهنم ایجاد نمی شد، به این معنا که من هیچ پیشرفتی نکرده بودم. سوالی هایی که در ذهنم ایجاد می شدم می پرسم از دوستا. یک برهه بسیار وحشتناک دشنام دادن، دشنامشان دادم. تقریبا 2 ماه 3 ماه میشه که تنها تحقیقاتی سوالایی رو مطرح میکنم. اینم امشب یک برنامه رو نشر کردم، گفتم من از توی نادری براعت ذمه نمیتونه درونم و وجدانم با آقای احمد شاه مسعود بته که ورتلوت نظامی و جنگی را در پنشیر در اختیار یک مردی به نام پیتر میمونه و اتفاقا وقت وارد داخل ورتلوت میشی تلفن شخصی موندگی است، قالین فرش شدگی است، چوکی های کاوچ ماندگی است. این سوال است در زیر من. چرا هلیکوپتری که برای دفاع از سرزمین است که گویا مسعود دفاع میکرد، آقای پیتر به چکر در پنشیر میگرده؟ چرا؟ این سوالاتی است در زیر من. ببینین، علم پیش از اینکه پاسخ باشه پرسش است. وقتی هر نوع پرسش حتی در چیستی خدا در کلیتان پرسش ایجاد میشه، نمی پرسین یا مطرح نمی کنین، شما در جهالت مرکب میمونین. وقتی سوال در زیر مطرح میشه میگم یک. دوم گپی که میزنم لالا، من به تمام مردم افغانستان یک دیدگاه وسیع یکسان دارم، اما بارها یاد کردیم، بازم یاد میکنم، با همی اندیشه میمورم که صاحب من احمد و محمود نیست، صاحب ما فلانه نفر نیست. نه احمد شاه مسعود صاحب تباری به نام تاجک بود، نه بچهش صاحب تباری به نام تاجک است. ما یکی از تظاهرات را نشر کردم که در اونجا یک مردکه خسته میگه امروز یا فردا تمام افغانستان تبدیل به احمد مسعود میشه. من نمیشم تبدیل.
من صاحب ندارم، من خودم یک تاجیک هستم و به رهبر، من دیگه پشت رهبر نمیگردم. این همی دیدگاهیم بوده و میگم فردا هم میگم راکت هایی که تک تکی که مسعود زده کشت نفر، کشت دیگه. مهربانی مسی جان. زنده باشین، تشکر. نستو جواب نگرفتی؟ جواب ما خو گرفتم، ولی بازم میگم یک نکته دیگر میخوام از کی؟ میرم فقط با نادری صاحب از کارم. چشم با شما احترام در جاش. نادری صاحب محترم، تشکر از وقتتان. زنده باشین. از اینکه سوال ما رو جواب دادین. سوالتان بر انسانایی که از منطق استفاده میکنن دارای چی میگن اساسیت است و میتونن که اساسیت نه یعنی حقیقت است، ولی مشکل در اینجاست که شما 15 سالی که کار کردین اون نسل کجا بوده، اون نسلی نبوده که حال شما بیاین با میگه پایتان اونا را پس سر از او را بکشین. پیشنهاد ما این است یک رای درست به خاطر از اینکه تنش ها بین اقوام ما وجود نبیه و همو کسایی را که میگین که اشتباه هستن یا مفکوری غلط در فکرشان دارن، مفکوری از اونا را برای درست امو را درست کنیم. مثلا بر یکی است عمر صاحب یا مثلا احمد شای مسعود خط قرمزش است. ما نمیتونیم بر از او دوزده او را بفهمانیم که احمد شای مسعود خائن بود یا کسی بود که جنگ آمد کشور را بربادی برد. ما میتونیم از تجربه خود و از بسیار راه های دیگه استفاده کنیم تا فکر و مفکوره این. نستوی بیادر اجازه است همی سوال ما جواب بتوم؟ اجازه اگر باشه، گرچه سوال مربوط به خودت میشه. زنده باشین لالا، بخیر باشین. جواب نیم، من فقط پیشنهاد داشتم، من یعنی سوال نگده بود. امی جزید باش من میگم میرم. مهربانی نستو بیادر سکو یک پیشنهاد سوال نیست، تو گپایت بزن باز من شاید ما نظر خود باشم. من خیلی کوتاه برش گپ میذارم. لالا جان، به آدم هایی که آدم ها خط سرخشان است، من اونا را زندانی های مدرن خطاب میکنم. پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، اگر آدم خط سرخت است مرده ای. یک مسئله. دوم، هر مرده ای که خط سرخی است بی‌معناست. پیامبر که پیامبر است برای من راه راست نشان داد و کتابش. پیامبر امروز به خاطر کتابش برای من زنده است. خط سرخ به این معنا که تو در داخل خط یک نفر غرق شده ای و اونمو خط سرخت است. جهان هر قدر پیشرفت کنه خط سرخ است. طالب تمام افغانستان گرفت، احمد شاه مسعود خط سرخ است. طالب در خانه تمام قمندان های احمد شاه مسعود داخل شد و نشان داد که چقدر فساد وجود داشت، هنوز احمد شاه مسعود خط سرخ است. درست است که بر تو خط سرخ است. پیام ما به خطوط سرخدارها همیست. اگر پشتون هستی کدام مرده خط سرخت است مرده ای، اگر تاجیک هستی کدام مرده خط سرخت است مرده ای، و اگر هزاره هستی کدام مرده خط سرخت است مرده ای. خطوط سرخ نقاط ضعف است. دشمن میتونه که از خط سرخت. امیال برادر، روانشناسی دوستان امتبار شما را میفهمین چیست؟ پنج شب بیا خط سرخ یک نفر توصیف کو، فردا مطیع و فرمان بردار هستن. نه لالا، چرا تو خط سرخت همین ایس نقطه ضعفت نشان میدی؟ هیچ خط سرخ وجود نداره. مسعود 30 سال پیش مرده. 30 سال روزی که مسعود مرده یا شهید شده یا رحلت کرده یا پرواز کرده، کسی که زنده بود فعلا بچه‌هاش تقریبا صرف 3 و 4 مکتب است. او دیگه رفت. امروز باید گپ بزنیم. ما میراث های او را باید پیش ببریم. من از خودت یک سوال کوتاه میکنم امیر، برام جواب بده. اگر آقای احمد مسعود ابن احمد شای مسعود نمی بود، در بازار تیز اینمی جوان چند می خریدی؟ نطقشم به موت معلوم است، گب زدنشم موت می بینیم که چون گب زدن کاریزماتیک و تأثیر گذار سر مردم نداره، و تیوریشم و برنامه هایشم می بینیم. در نشست ویانا که آمد، من بسیار منتظر بودم که در حاشیه های نشست چی صحبت هایی میشه. آقای احمد مسعود 6 تا جوان گفت که ولا طرفی هم چک چک کردن هایی که میدیدم یادم آمد که خوب قرسک بازم هستین. در حاشیه نشست اینو تو من موضوع را گفت. حالا من از خودت یک سوال دارم و از تمام هواداران همین مکتب و تیوری. از آقای احمد مسعود منفی میکنیم احمد شای مسعود امی کیست؟ امیر برم یک معرفی کن. آقا بدون شک سخن تان درست است و ایرام خوش شدم نادری صاحب که شما حاشیه سخنان احمد مسعود هم دیدین و من میدانم هر جای هر انسانی باشه میخواه با خاطر کشور خود بچی. من نمیگم که احمد مسعود خوب انسان بود یا خوب انسان است، مربوط ما نمیشه.
ولی همین که مفکوری تون فهمیدم تشکر خیلی بین از وقتتون مدیر صاحب قربان لالا مسی عزیز با با, با 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 یک دنیا سپاس از خودت و تشکری از خودت من فقط از خودت به مسابقه یک جوانی که واقعا از صحبتات فهمیدم میشه از گپات فهمیدم میشه خیر از ما زیاد بالا نمیگم که باز اینجا مردم سر ما انتقاد میکنه یک بچه 12 پاس مال میشی ما وره که صنف نوی مکتب الهی کرده مرخ کلگی میگه تو درس نخوندی ما صنف نو رو خواندیم به مسابقه یک جوان تحصیل کرده قومیتت هم برای من معلوم نمیال نیست و نه میخوایم معلوم باشه سمت و ولایتت هم گفتی که اگر نستوی عزیز اگر یک رای را پیش بگیریم که اگر احمد شای مسعود خوب بود یا بد بود طرفدار داره امروز تمام طالبا حکومت هم نمیگم نظام هم نمیگم دولت هم نمیگم به خاطر که یک کسی که یک شخص منطقی و طرف هستم خودت نام خدا از گپایت معلوم میشه که یک بچه منطقی هستی گروه طالبا میگم گروه طالبا امروز رهرو کی است مولا عمر است یا نه کوتا برم بله خیر بینی اگر ما بیایم مولا عمر را توهین کنیم منطقی است هیچگاه نه نیست اگر منطقی نه امروز احمد مسعود به مولا عمر توهین میکنه امروز احمد مسعود به طالبا توهین میکنه امروز احمد مسعود مستقیم خود دشمن خطاب کرده با طالبا در مصاحبهش اگر ببینی میگه که هدف ما دشمنی با طالباست هدف ما دشمنی و سرکوب کردن طالباست امارت اسلامی هم نمیگه چون اگر امارت اسلامی بگه خود پدرش زیر سوال میره اینال به مصاحبه یک افغان وقتی اگر ما به رحمت شاه مسعود احترام باریم ایره قبول که که باید باز برای مولا عمر هم احترام باریم اگر برای مولا عمر احترام باریم به این معنی که تمام مردم افغانستان طالب شد یکی و خلاص تمام مردم افغانستان طالب شد صحیح؟ درست است تا به این دیدگاه ما شما میرسیم بدر از خودت مگ دنیا سپاس گذاری میکنم برادر قلید یک دیگه سپاس شما خدا شما رو بایزد داشته باشه رفیق شبتان خوش از خودت هم چنین برادر از خودت هم چنین بابا ملنگ جانی جانی ما یک تنواز کنیم یونس پارسا عکس احمد مسعود ماندی میگه بالا بر شاهزاده نه درخواست دادی و فالوورت هم کم است من نمیتونم بر تو درخواست بتم ببخشی لالا ملنگ نمیتونم بالا بیم نه دیگه چیزایی که ما میخواستیم بگویم نسوی نادری بیان کرد خودت بیان کردی دیگه خط سرخ با گفته نستوی نادری که بارها در لایف میره بیان کردیم خط سرخ این نیست که طرف دوست داشته باشن اگر دوست داشته باشن بازم میایم میگیم خب این دوست دارن یک شخصا از نامش از عکسش مثل گوی شیری استفاده میکنن از او میخورن عکسش بالا میکنن چور میکنن عکسش بالا میکنن چپاول میکنن عکسش بالا میکنن دو میزنن عکسش بالا میکنن قوم پرستی میکنن عکسش بالا میکنن اجده سنبله را تجلیل میکنن مردم آزاری میکنن چور میکنن زنا میکنن لواطت میکنن دیگه ای خو نشد دوست داشتن ای خو نشد خط سرخ ای خو شد استفاده جویی ای خو از عکس یک شخصی که 30 سال پیش فوت کرده فقط مثل گاو شیری واره رو بیادر جور کرده این عکسش در هر جای زدین زنده با آمچای مسعود چور کو زنده با آمچای مسعود چپاول کو زنده با آمچای مسعود نمیفهم سر زن مردم تجاوز کو زنده با آمچای مسعود سر طفل مردم تجاوز کو ای خو استفاده جویی شدی که خط سرخ نشده برادر خط سرخ ما و شما اگر تو مسلمان باش انسان باش خط سرخ ما خو دین ما و شماست اسلام از پیغمبر ما شماست انسانی که از مثل رهبرای جهادی مثل رهبرای سیاسی که بودن از ها رقم جرم جنایت را مرتکب شدن با ویدیو با ثبوت با اسناد اگه او آمچای مسعود بود اگه به دیگر رهبران بود اینا به هزاران طفل اینا کشتن هزاران مادر به طفل ساختن هزاران طفل یتیم ساختن به میلیون ها مردم افغانستان آواره ساختن بیچاره ساختن که یکی از اونها مستم 28 سال پیش در زمانی که نمی جنگای از یا شروع شده بود 29 سال چقدر پیش ما از افغانستان برآمدیم یک از اونها مستم مثل ما به میلیون ها مردم آواره شده این چه رقم خط سرخ است که میان خائن ملت که قاتل ملت افغانستانه یکیش نه که فقط ما بیایم سر آمچای مسعود صحبت بکنیم تمامشان میگیم تمامشان ما چطور میتونیم اون قهرمان خطاب بکنیم باز به خط سرخ یک تعداد قرار بدیم همون یک تعدادی که خط سرخش از جواب ما رو داده میتونه این 28 سال که از عمر در بدبختی و بیچاره تر شد این تاوانش داده میتونه مثل من به میلیون ها انسانی که آواره شد تاوان زیر آمچا مسعود از قبر میخیزه میته یا آمیانش که بدر در صفات اجتماعی میان در اینجا طرفداری میکنن میای تاوان مرا میته کدام تاوان مرا میتی که آمدی در اینجا خط سرخت است تو هم سلطان بدر خوش آمدی
السلام علیکم یار، خوب جوړ په خیر، څنګه صحت مو خدای په خیر استه، ټول خیر استه، یاران خیر استه، مننه ژوندې و سي تخ په څنګه شي، صحت مو شي، ټول ته سلامونه نستو صاحب لاړو والا، زینه خبرې د نستو صاحب وکړي، باور کا سړې جګر خون شي سړې خفه شي، اوسم په دې ملک داسې ځوانان دي چې اوسم دغه شان د خبرو پسې ګرځي، او زه یعنی یو پښتون یم او زه خپل حق لرم چې خپل आवाज اوچت کم، هر انسان خپل حق لري، بالکل دا هر چا سره دا خپل حق دی، او خپل ذهن نه باید کار واخلي چې کومه لار درسته ده کومه لار درسته نه ده، داسې ده کنه؟ داسې ده. نو خبره مې دې پوره راغله چې دغه رهبرانو پورې وجې مونږ ځوانانو ته متاسفانه اوس هم هغه وخت را پاتې دی چې ځوانانو بس هغه لار نیولې ده، خط سرخ په خبره باندې راشم په سور خط باندې چې په ما غځای کې پاتې شو، زه کوم سوال نه لرم کوم دغه نه لرم، خو فقط متاسفانه زه وایم چې دغه شانته ځوانان چې اوس تاسو دغه 200 نفر په دې لایف کې ناست دي، ټول شته دی او ټول زموږ خبرې اوري، ستاسو خبرې اوري، مننه ډېره زیاته ستاسو نه، ستاسو په شان ځوانان دې نور هم زیات شي، چې ځوانانو ته لار وښي، خپل لاره صحیح لاره انتخاب کړي، او هغه رهبران او هغه مشران چې تیر یو په خپل کار پسې لاړ په وختونو کې تیر شو، که چا ښه کړي ښه وکړو، که بدې کړي بدې کړي، په هغه وخت سره قصه ختمه شوه، باید مونږ مخکې ولاړ شو، خپل ملک مخکې بوزو، یو بل د یو بل نه کم ونه ګڼو، چې یو بل سره یو ځای نه شو داسې نه کېږي، باید ټول سره یو ځای شو، یو لاس ورکو یو بل ته، او پښتون د تاجک نه کم نه دی، تاجک د پښتون نه کم نه دی، هزاره د ازبک نه کم نه دی، ټول قومونه یو شان دي، ټول د یو افغانستان بچی دي، ټول په یو خاوره کې ژوند کوي، نو دا خبره باید سره لاندې کم، خو زما په قد دغه هغه چې نستو صاحب حمید جان تاسو نه ډیره زیاته مننه، داسې نورونه چې الله تاسو څنګه زیات کی، تر څو خلکو سره خبرې وکړو، د ځوانانو دا لار وخی خلکو ته، دا 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 ډیر غټ خدمت دی تاسو، ډیره زیاته مننه تاسو نه، پښتونیم زما دا حق دی چې زه بخښنه غواړم، که لاندې کوم پښتانه ناست دي او په دې خفه کېږي چې دا کس په هغه په دا مې حق دی چې زه چانه بخښنه غواړم، چا ته عذر کوم، هغه زاره ورونه هغه زه ګوره ورور ګله د بخښنه ګوره، موږ د هغه چانه بخښنه غواړو چې کوم بدې خبرې هغوی ته کړي، موږ دلته یوازې پښتنو نه دي، دلته اواز پښتنو دي، زما د هغې پورې نه ده، زما د هغې پورې خبره پوهېږم، سلطان وروره پوهېږم، سلطان وروره، موږ پدري او متل لرو، موږ پدري او متل لرو، وایو چې اگر به مزرت خوسن انسان کم نمیشه، زه نشم کولی همدا اوس په هغسې یو موټ نه یمه که په پښتو درته وایمه، موږ په بخښنه دغه چې بخښنه وغواړو، موږ کم نه راځو یا موږ لږ نه راځو، بالکل دا ځوانان چې لاندې ناستې کنه، دوی ته ځویم چې فقط تاسو یعنی که مونږ نه یعنی دا خبره نه کوي، دا خبره دې لږ وړه کړه، دا خبره دې ډېره، اخیری خبره مې کوله، اخیری خبره مې وکړه مننه جان ورو، اخیری خبره دا وه چې بس الله مو سره په اتفاق او اتحاد سره راوځي، کو ټول ځوانان دې خوده دا نوې جنریشن چې راځي، زما د خوده ته دا دعا ده چې بس په اینده کې دا مشکلات نور دغه نه شو، دې رهبرانو په سر باندې دیو بل ویني نور دوی نه کو، ژوندې اوسې سلطان وروره، ژوندې اوسې.